أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الصبيان من الصغار. نخستین کودکی که به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آورد علی رضی الله عنه تعالی عنه بود. رباه النبی صلی الله علیه و سلم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم او رو تربیت کرده بود. رابع الخلفاء الراشدین. و خلفای راشدین توجه خاصی به او داشتند. تزوج ببنت النبی صلی الله علیه و سلم. دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به ازدواج او درآمد. كما ان عثمان رضی الله عنه تزوج ببنتین نبی صلی الله علیه و سلم. همچون عثمان رضی الله عنه که با دو دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یکی پس از دیگری ازدواج نمود. لم يعلم بان احد من الناس تزوج ببنتین نبی من الانبیاء و رسل علیهم الصلاه والسلام الا عثمان رضی الله عنه. در تاریخ سراغ نداریم که کسی با دو دختر یک پیامبر ازدواج کرده باشه مگر عثمان رضی الله تعالی عنه. لابد ان نعلم ان اعداء الاسلام ارادوا منا ان نطعن في الصحابه في الائمه في الصالحين في الاولياء في الانبياء ورسل عليهم الصلاه والسلام. این خواسته دشمنان اسلام هست که ما در صحابه در تابعین در صلحا در علما و فقها و سرآمدان این امت تن بکنیم و تشکیک بکنیم و از اونها به بدی یاد بکنیم. حتی هناك من يطعن في جبريل عليه الصلاه والسلام. حتی کسانی هستند که در باری جبرئیل علیه الصلاه والسلام هم به بدی سخن میگن. و هو الامین مؤتمن على الوحي جبريل عليه السلام. و این در حالی است که جبرئیل علیه السلام امین هست، امانتدار وحی الهی است. کیف مسلم من المسلمين يتكلم في الأمين من الملائكة. آیا امکان داره که مسلمانی درباره فرشته وحی و امین و امانتدار وحی الهی به بدی سخن بگه؟ هرگز. يتكلم في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. یا درباره انبیا علیهم الصلاة والسلام به بدی سخن بگه؟ يتكلم في الصحابة. درباره صحابه رضوان الله علی اجمعین به بدی سخن بگه. يتكلم في علي رضي الله عنه. درباره علی رضی الله عنه به بدی سخن بگه. محبت علی رضی الله عنه دین نتقرب به الله سبحانه وتعالى. محبت علی رضی الله تعالی عنه جزء دین هست که به واسطه این محبت به الله متعال تقرب می جوییم. الطعن في علي رضي الله عنه. طعن در علی رضی الله تعالی عنه. الطعن في عثمان. و همچنین طعن در عثمان رضی الله تعالی عنه. الطعن في معاویه رضی الله عنه. و همچنین طعن زدن به عثمان رضی الله به معاویه رضی الله عنه و از او به بدی یاد کردن. نفاق. نفاق شمرده میشه. لا يشك مسلم في ان هؤلاء هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مسلمان هیچ شکی نداره که اینها اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستند و فضیلت و جایگاه خاصی دارند. امر الله سبحانه و تعالی بمحبتهم و رضا عنهم. الله متعال دستور داده که اونها رو دوست داشته باشیم و از اونها اعلان رضایت نموده و ما هم نسبت به اونها اعلان رضایت میکنیم. لا نذكرهم الا بالخير. و از اونها جز به نیکی یاد نمی کنیم، فقط از اونها به نیکی یاد می کنیم. لا نتكلم فيما شجر بين الصحابه. درباره مشاجراتی که بین صحابه روی داد سخن نمیگیم. نکل امرهم الى الله. و کار اونها رو و سخن درباره اونها رو و آنچه رو که درباره اونها گفته شده امر اونها رو به الله واگذار می کنیم. ابعد الناس عن الذنوب عن المعاصي هم الصحابه رضي الله عليهم. بلکه صحابه دورترین مردم از گناهان و معاصی الله تعالی بودند. حسنات كالجبال. خوبی هایی به بزرگی کوها داشتند. كل مسلم يدعو لهؤلاء للصحابه رضي الله عليهم. هر مسلمانی دعاگوی صحابه رضوان الله علیهم اجمعین هست. كل مسلم يحب هؤلاء ويتقرب الى الله سبحانه وتعالى بمحبته. هر مسلمانی صحابه را دوست دارد و با محبت خود به صحابه به الله متعال تقرب می جوید. احب الینا من اهلنا من ابائنا من امهاتنا. ما صحابه را از خانواده های خودمون از پدران و مادران خودمون بیشتر دوست داریم. لا نرضى لتكلم فيهم احد بادنى كلمه. و راضی نیستیم و رضایت نمیدیم به این که کسی کوچکترین سخنی به بدی درباره اونها بگه. الکلام فيهم نفاق. و تا
طعنه زدن در اونها و و از اونها به بدی یاد کردن نفاق شمرده میشه. و مدح هؤلاء و الثناء عليهم ایمان و دین. بلکه مدح و ثنای صحابه و به خوبی از اونها یاد کردن جزء دین و ایمان هست. کان لهم السبق فی الدخول فی الدین. اونها پیشگامان اسلام بودند که به اسلام گرویدند. نصروا هذا الدین. این دین رو یاری دادند. قاموا مع النبي عليه الصلاة والسلام. در کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ایستادگی کردند. اراد اهل النفاق ان يفسدوا هذا الاجتماع. اما اهل نفاق و منافقان میخواهند این اجتماع و این همراهی اونها با رسول خدا صلی الله علیه و علی آله و صحبی اجمعین رو و این روی کرد رو وارونه جلوه بدند. والله اعلم.